Neydi? این هشت دومین همایش کنکور امسال هست. 29 بهمن 1999. آدرس کانالی که احتمالا همتون دارید، اصلا کنکور کامپیوتر، سایت هم که دارید، کنکور کامپیوتر دات مگاه، تلگرام من هم اکفاین رامین آندرلاین رضوی. اگه سوالی داشتید سعی کنید تو سایت بپرسید، حتما توی هر قسمتی از سایت که وارد بشید، تو هر صفحه از سایت که وارد بشید، زیر اون صفحه یه قسمت کامنت هست، میتونید تو قسمت کامنت ها سوالتون رو بپرسید. حالا هر چقدر طولانی باشه اهمیتی نداره، هر سوالی دارید، مشاوره غیر مشاوره، هر سوالی دارید میتونید تو سایت کنکور کامپیوتر زیر هر کدوم از صفحات بپرسید، من پاسخ میدم. تلفن پشتیبانی تیم کنکور کامپیوتر هم اینجا قرار داده شده، هر سوالی داشتید هر زمانی میتونید زنگ بزنید از تیم پشتیبانی بپرسید، حالا به کافه تدریس هم میتونید زنگ بزنید بپرسید. این پوستر رتبه برتر سال گذشته است که خب تعدادشون خیلی بالاست و فکر کنم بیشترین تعداد، فکر می کنم که نه قطعا بیشترین تعداد رتبه های کنکور 99 از آن ما بود. چیزی که توی همایش میخوایم راجع بهش صحبت کنیم این هستش که خب افرادی که در ابتدای راه هستن، تازه میخوان شروع کنن، چه کار باید انجام بدن؟ افرادی که در میانه راه هستن چه کار باید انجام بدن؟ افرادی که در انتهای راه هستن چه کار باید انجام بدن؟ و حالا یه سری صحبت هایی که دیگه بیشتر انجام نمیدم، تو همایش گذشته انجام تو همایش گذشته صحبت کردم، فقط یه اشاره میکنم سریع از روش عبور میکنیم. من دانشجوها در حال حاضر در سه وضعیت هستن. یه سری افراد هستن که تموم کردن، که الان این تعداد رو بودن شاید 5% دانشجو باشن، تموم کردن هم کامل شاید تموم نکرده باشن، مثلا پایگاه داداشون مونده، هنوز مثلا سیگنال و دیجیتال رو کامل تموم نکردن، ولی خب حدودا 80% رو، 80 شاید بالای 80%، 85% دروس رو خوندن و حالا دارن تست میزنن و تمرین میکنن و این دوستان. این افراد خیلی کمن، حدود 5%. دومی افرادی هستن که تو نیمه راه هستن، که این افراد تقریبا خب 75% دانشجو هستن یا هم 70% دانشجو هستن. افرادی که در ابتدای راه هستن خب تقریبا 20 25% دانشجو الان در ابتدای راه هستن، تازه دارن استارت رو میزنن. حالا 99 روز تا کنکور تقریبا باقی مونده به شرط اینکه حالا به تعویق نیفته. این سه دست افراد باید برنامه مختلفی داشته باشن. یعنی افرادی که توی اول راه هستن یه برنامه باید برای خودشون بچینن، اونایی که توی نیمه راه هستن یه برنامه، افرادی که در انتهای راه هستن یه برنامه دیگه. حالا افراد گروه اول که تقریبا دروس رو تمام کردن، سعی کنن که بجز 1 تا 3% ریاضی بقیه درس‌ها رو مطالعه کنن، یعنی زبان رو مطالعه کنن، گسسته رو مطالعه کنن، همه دروس تخصصی رو هم مطالعه کنن. افرادی که جزء گروه دوم هستند، یعنی در میانه راه هستن، حدوداً مثلا باز میانه راه تعریف‌های مختلفی داره که صحبت می‌کنیم در ادامه، افرادی که در میانه راه هستند میتونند مثلا 2 تا درس تخصصی رو هم حذف کنن، ریاضیات هم به طور کامل حذف کنن. حالا گسسته، البته افرادی که میانه راه هستن بهتره که گسسته رو حداقل 3-4 فصلش رو بخونن، مثلا گراف رو بخونن، بازگشتی ها رو بخونن، منطق رو بخونن، حالا شماره شو مثلا بخونن تا حدودی. افرادی هم که تازه دارن شروع میکنن خب میتونن 2 تا درس 3 تا درس تخصصی رو حذف کنن، ریاضیات رو به طور کامل حذف کنن. حالا راجع به این افراد هم صحبت میکنیم. دوست دارید این صحبت که میشه حالا برای قبولی در دانشگاه برتر کشور، حالا اگه کسی میخواد مثلا تو دانشگاهی مثل شیراز و اصفهان و فردوسی و خوارزمی و الی آخر راه بشه، میتونه دروس بیشتری هم حذف کنه. البته اینکه افرادی که در ابتدای راه هستن خب احتمالی که بتونن تو دانشگاه تاپ قبول بشن کمتره، مگر اینکه خب استعداد بالایی داشته باشن، هوش زیادی داشته باشن یا قدرت حافظه بالایی داشته باشن و الی آخر ویژگی های فردی خوبی داشته باشن. حالا افرادی که در ابتدای راه هستن چه کارهایی باید انجام بدن؟ پس گفتیم 3 دسته افراد الان ما داریم در حالت کنونی، که این 3 دسته میخوایم راجع بهشون صحبت کنیم. افرادی که در ابتدای راه
بود، کوالیتی دارم.